من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل الان دليل نقلي إجمالي از همه الرسل از همه پیامبران به تک تک پیغمبران گفته شده، ولی اینجا اون نقل به صورت اجمال است، همه را ذکر می کند. ای رسل بخورید از طیبات، از مالهای پاکیزه و عملو صالحا و عمل صالح کنید. ببینید و عمل صالح هم معلوم میشه با مال پاکیزه ربط داره. کسی رزق حلال بخورد خداوند توفیق عمل صالح بهش میده. بسیاری بی توفیقی ها از رزق حرام است. اینجا خداوند به پیامبران میگه کلوا من الطیبات، مال پاکیزه و حلال بخورید و بعدا عمل صالح انجام بدید. خیلی بزرگان معتقدن انسان رزقش پاک باشد، توفیقاتش مثل نماز تهجد و توفیقات دیگرش حتما بیشتر میشه نسبت به اونایی که رزقشون زیاد پاک نیست. اینی بما تعملون علیم، به آنچه که شما عمل میکنید من علیم هستم، میدانم. و این هذه امتکم امتا واحده، همانا این یعنی طریقه توحیدیه، این امت شما است یعنی ملتکم و شریعتکم، روش توحیدیه ملت و شریعت شماست که امت واحده هست، شریعت واحده هست. و انا ربکم، خلاصهش اینه که من رب العالمین رب شما هستم، فتقون، بترسید از من، غیر الله را عبادت نکنید. یعنی توحید فی العبادت طریقه هست. خب سوال اینجاست وقتی که همه رسول به اونها طریقه توحیدی داده شد، چرا پیروانشون شرک میکنن؟ یکی عیسی پرسته، یکی عزیر پرسته، یکی فلان پرسته، اینا پیروانشون چرا مشرکن؟ الله میفرمه فتقطعوا امرهم بینهم، آنها دینشان را بین خودشان تکه تکه کردن، زبرن، گروه گروه، جماعت جماعت، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروهی به آنچه که از دین پیشش هست خوشحاله، به اون قانع است. الله می فرماید فذرهم فی غمرتهم حتی حین، بگذار این مشرکان را، اینا مثل اونها روش های برای خودشون گرفتن. ای رسول الله بگذار اینها را فی غمرتهم، در غفلتشان، حتی حین، تا مدتی. ای احسبون انما نمدهم، این سبب غفلت است. بعضی مشرکان را که الله امکانات مالی داده فکر میکنن ما مقبولیم. الله می فرماید ای احسبون، آیا می پندارند انما نمدهم به، ما امداد کردیم آنها را، من مال و بنین، به وسیله آن یعنی از مال و اولاد، نسارع لهم فی الخیرات، این فکر میکنن که ما برای اونها خیر را، این که مال و بنین ما برای اونها زیاد کردیم این برای اونها خیر است، نسارع لهم فی الخیرات، خیر را برای اونها ما با سرعت جمع کردیم. نه خیر، مال داشتن دلیل خیر نمیتونه باشه. بل لا یشعرون، بلکه اینها درک ندارن، شعور ندارن که این استدراج است. بنویسید که این استدراج است. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، باز هم
بیان امور ثلاثه برای دفع عذاب. همانا آنهایی که از خشیت رب، از خوف پروردگار مشفقون، ای خائفون و حذرون، می ترسند، بر حذر می دارند خودشان را. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، آنهایی که به آیات ربشان ایمان دارند، این هم اعاده قد افلح المؤمنون است. والذین هم بربهم لا یشرکون، آنانی که به ربشان شریک نمی گیرند، این اعاده چی است؟ والذین هم عن اللغو معرضون، که لغو را ما به معنی چی کردیم؟ شرک. اولئک یسارعون ها، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، کسانی که می دهند آنچه که می دهند، یا به جا می آورند آنچه که می دهند، و قلوبهم وجلتون، در حالی می دهند، در حالی انفاق می کنند، در حالی که دلهایشان می ترسد، وجلتون یعنی خائفتون ان الله تقبل اعمالهم، از این می ترسد که اعمالشون رد بشه، و دلهایشان می ترسد که انهم الى ربهم راجعون، انها بسوی رب برمی گردند. اولئک یسارعون فی الخیرات، بشارت، این انسان ها در کار خیر مسابقه و مسارعه دارن، و هم لها سابقون، و برای اون کار خیر از هم دیگه پیشی میگیرن. کار خیر اینه، نه اینکه به شما مادیات دادیم. مادیات داشتن، سرمایه داشتن، ایحسبون اما نما نمدهم به مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات، فکر میکنن اونجا ما خیرات را با سرعت برایشون جمع کردیم. نه، جمع خیر این است که توفیق این اعمال را داشته باشیم. ولا نکلف نفسا، الله تعالی به صورت جمله معترضه میگه از اعمال به اندازه که توان داشته باشید، و ما مکلف نمیکنیم هیچ نفسی را مگر به اندازه وسع و توانش. ولدین کتاب ينطق بالحق، نزد ما کتابی هست یعنی نامه اعمال، لوح محفوظ، به حق سخن میگوید. اینها نترسن، و هم لا یظلمون، اینها ظلم نمیشن، هر چی که اعمال کردند همون اعمال ثبت میشن. اما این مشرکین متاسفانه در غفلتند، بل قلوبهم فی غمرت من هذا، بلکه دلهاشان در غفلت است از این قرآن. ولهم اعمال من دون ذلك، برای آنان اعمالی هست بغیر از این، بغیر از این یعنی این اعمالی که ذکر شدند، این اعمال نیست، هم لها عاملون، اینا دائما اون اعمال را انجام میده، اعمال شرکیه، اعمال کفریه. حتی اذا اخذنا مترفیهم، الله می فرماید حتی وقتی که ما مؤاخذه کردیم مترفینشان را، مترفین یعنی خوشگذرانها را بالعذاب، اذا هم یجعرون، اون وقت فریاد می کشیدن، یجعرون یعنی یسرخون، مستغیثین ربهم، فریاد می کردن خدای کمک کمک. الله می فرماید لا تجعروا اليوم، امروز فریاد نزنید، جیغ نکشید، انکم منا لا تنصرون، شما از جانب ما هیچ یاری نمی شوید. چرا؟ چونکه قد کانت آیاتی تطلا علیکم، همانا آیات من بر شما تلاوت می شد، فکنتم على اعقابکم تنکسون، شما بر پشت سر تنکسون، ای ترجعون، بر می گشتید، مستکبرین به، در حالی که تکبر می کردی به این آیات، سامرن تهجرون، در بزم های شبانه هزیان می گفتید. سامر چی را می گند؟ بزم و جلسات شبانه که با هم شبها می نشستید، تهجرون، هجر می گفتی، هزیان می گفتید. افلم یدبر القول، الله می فرمای آیا اینها به قول تدبر نکردند؟ قول منظور قرآن است. آیا این مشرکین به قرآن تدبر نکردند؟ یا اینکه پیش اونها رسولی آمده که پیش پیشینیان نیامده؟ گذشتگان هم برای اونها رسول آمد. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا اینکه پیش اونها آمده آن چیزی که نیامده پیش آبای اولینشان. ام لم یعرفوا رسولهم، یا اینکه رسول را نمیشناسند، رسول هم میشناسند، فهم له منکرون، آیا منکر صداقت و امانت او هستند؟ ام یقولون به جنه، یا میگویند به جنه، نسبت اون به اون پیغمبر علیه اعوذ بالله جنون است.
هیچ یک از اینها نیست. الله می فرماید حقیقت اینه که بل جا هم بالحق، اون پیامبر به حق آمده پیش اینها، دلیل تکذیبشون اینه که او حق را آورده و اکثرهم للحق کارهون، اینا اکثرشان حق را نمی پسندند، منکر حق هستند و اینها انتظار دارند حق از اینها تبعیت کند. ولو اتبع الحق احواءهم، اگر حق پیروی کند از خواهشات اونها، اونها این انتظار دارند، اون وقت همه دنیا فساد میشه، خواهشت ظلمه، خواهشت شهوته، خواهشت دیگه فساد است. پس لفسدت السماوات والارض و من فیهن، به فساد واقع میشه آسمان ها و زمین و هر کسی که در این هاست. بل اتیناهم بذکرهم، این مقتضی دوم ایمان است، بلکه ما پیش آنان آوردیم ذکرشان را، یعنی پند و اندرز قرآن، فهم عن ذکرهم معرضون، آنها از ذکر و پند و اندرزشان روی گردانند، اعراض کننده هستند. ام تسألهم، بازم رفع معنی سفهم، یعنی هیچ معنی نیست که اینها ایمان نیاورند. آیا ای پیغمبر تو از اونها مزد میخواهی؟ که نمیخواهی. فخراج ربک خیر، مزد پروردگار بهتر است برای تو، و هو خیر الرازقین، چون اون بهترین رازق است. بلکه تو اونها را به سوی صراط مستقیم میخوانی. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، همانا تو فرا میخوانی آنها را به صراط مستقیم. و ان الذین لا یؤمنون، اما کفار مشرکین چی؟ ان الذین لا یؤمنون، آنانی که ایمان ندارند، عن الصراط لناکبون، الصراط مستقیم یا عن دین الحق، لناکبون یعنی چهرهشون را برگرداندند، نکب عن الحق عدل، عدول کردند، برگشتند از صراط مستقیم. الله می فرماید اینقدر اینا قساوت و عناد دارند که ولو رحمناهم، اگر ما با اونها رحم کنیم، و کشفنا ما بهم من ضر، هر آسیب و ضرر و مصیبتی که بر اونها است اون را دور کنیم، للجو فی طغیانهم یعمهون، اینها بازم وارد می شوند. لج یعنی در عمق مسئله رفتن، در طغیانشان، در سرکشیشان، که یعمهون سرگردان. ولقد اخذناهم بالعذاب، ما قبلا هم اینها را عذاب دادیم، منظور از عذاب جریان بدر است، در بدر ما اینها را عذاب دادیم، ضربه به سرشون زدیم، فما استکانوا لربهم، اینها عاجزی نکردند در مقابل ربشان، فما استکانوا یعنی فما خضعوا، اینها تسلیم نشدند، عاجزی نکردند، و ما یتزرعون، تزرع نکردند، حتی اذا فتحنا، ببخشید، لقد اخذناهم بالعذاب، این چی هست؟ قحط است، قحط چند سالی برایشون آوردیم، اینها در مقابل قحط به جای اینکه تواضع بکنند، تزرع بکنند، اینها سرکشتر شدند. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، حتی وقتی که ما برایشون دری باز کردیم، این بدر است، وقتی که برایشون دری باز کردیم که این در ذا عذاب شدید بود، فوق العاده شدید بود عذابش، یعنی گروه اندکی بی سر و پا تمام اینها را تا دهان مسلح اینها را تارمار کردند و شکست دادند و بد جوری رسوا کردند. اذا هم فیه مبلسون، در این هنگام اینها چی شدند؟ ناامید شدند، ناامید شدن. بعضی گفتن از بتایشون، بعضی گفتن مبلسون آیسون، بعضی گفتن مبلسون من حیرت زده، تعجب کردن که چی شد که ما شکست خوردیم. و هو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. در آیات گذشته برای اثبات مسئله توحید دلائل
متعدد نقلی خواندیم که این دلائل نقلی هم تفصیلی بود از انبیاء علیهم السلام، از هر پیغمبری جداگانه، و هم این دلائل دلائل اجمالی بود. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. از این آیه شریفی که تلاوت شد، هو الذی انشأ لکم، یک سری سلسله دلائل عقلی شروع میشه. تقریبا 4 تا دلیل عقلی هستند. اولی دلیل عقلی تفصیلی هست و 3 تای دیگه دلیل عقلی اعترافی هستند، یعنی على سبیل الاعتراف من الخصم هستند. بخش دوم سوره هم از همین جا آغاز میشه. تقریبا در بخش اول سوره دلائل نقلی بودن، در بخش دوم سوره دلائل عقلیه هستند. الله عز وجل می فرماید و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. الله تعالی آن ذاتی هست که برای شما ایجاد کرد، درست کرد، سمع را یعنی به شما قوه شنوایی داد، والابصار قوه بینایی داد، والافئده دل داد یعنی قوه درک و فهم به شما داد. هرچی که حواس شما هستند، چه حواسی که موجب سمع میشن، موجب دیدن میشن، موجب درک و فهمیدن میشن، اینها را الله داده به خاطر چی؟ قلیلا ما تشکرون، اندک هستید آنچه که شما شکر میکنید. آنهایی که شکرگزارند، تشکر میکنند، اندکند. خدای تعالی مخلوقات دیگری هم دارد، ولی ببینید اونها درک ندارند، شعور ندارند. شما انسان به خاطر همین قواتی که الله داده، چه امتیازی و چه فوقیتی برتری بنوها دارید. و هو الذی ذرأکم فی الارض، الله آن ذاتی است که شما را در زمین پیدا کرد. و الیه تحشرون، فقط و فقط به سوی او شما همه جمع کرده می شوید. شما را الله تعالی روزی جمع می کند، عاقبت شما میشه، انجام شما میشه. و هو الذی یحیی و یمیت، الله اون ذاتی هست که زنده میکند و موت میدهد. و له اختلاف اللیل و النهار، فقط برای اوست اختلاف شب و روز. به چه معنا برای اوست؟ یعنی بالمجیء و الزیاء و الذهاب و الزیادت و النقصان، به این صورت که رفتن، آمدن، زیاد شدن، کم شدن، اوست که شب را اضافه می کند، شب را کم می کند، شب را می برد، روز را می آورد، و همه این تصرفات، این اختیارات به دست اوست. افلا تعقلو، آیا شما انسان ها باز هم عقل از عقل کار نمی گیرید؟ آیا خرد ندارید؟ یعنی شما بازم نمی فهمید که اینها دلائل توحید است؟ اینها دلائل یگانگی خدای عز و جل است؟ بغیر از خدا در این تصرفات هیچ که شریکش نیست؟ هنوز شما متوجه نیستید؟ حال الله تعالی سرزنش می کند اونها را، زجر بیان می فرماید که اینها به جای تسلیم مثل کفار پیشین میگویند، مثل کفار گذشته میگویند. کفار گذشته انکار میکردند، هم توحید را انکار میکردند، هم قیامت و زنده شدن بعد از مرگ را. لذا اینها همون میگویند، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بجای اینکه اینها تسلیم بشند،
بلکه اینها میگویند مثل ما قال الاولون، مثل آنچه که گذشتگان گفتند، پیشینیان گفتند. پیشینیان چی گفتند مگه؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. آنان گفتند هرگاه ما بمیریم تبدیل بشیم به خاک و تبدیل بشیم به استخوان پوسیده، به استخوان پوسیده. اینا لمبعوثون، دوباره ما از قبرها بلند میشیم، دوباره از قبرها حشر میشیم. و گفته این وعده ای هست که پیشینیان ما هم داده شدند، پدران و اجداد ما داده شدند توسط، منظور انبیا بود، اونها که انبیا را قبول نداشتند. ولی کجا اونا زنده شدند؟ نشدند. ما هم نمیشیم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من هذا من قبل، همانا وعده داده شدیم ما و پدران ما به این چیز، یعنی به مرد، به زنده شدن بعد از مردن، قبل از این. ان هذا الا اساطير الاولين، نیست این مگر افسانه های گذشتگان. افسانه ای هست، داستانی هست از دور گذشته داره میاد و واقعیتی ندارد. الله تعالی حال به دلائل قدرت میپردازد. ببین این دلائل قدرت هم دلائل توحید هست، هم دلائل قیامت است. یعنی وقتی که قدرت لایزال ثابت بشه، او میتواند، برای او آسان است. وقتی که یه مسئله که بزرگتر از زنده شدن بعد از مرگ هست توسط او حل شده، پس او این را هم میتواند حل کند که مرده را دوباره زنده کند. لذا این از اینجا دلائل عقلی اعترافی شروع میشند، یعنی علی سبیل الاعتراف من الخصم. الله میفرماید قل لمن الارض ومن فيها، ای حبیب من، ای محبوب من، به آنان بگو لمن الارض ومن فيها، برای چه کسی هست زمین و آنچه که در زمین هست. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید، یعنی اختیارات و تصرفات زمین و آنچه که در زمین است به دست کی هست. سیقولون لله، آنها حتما میگویند برای الله، یعنی اختصاص به الله دارد این قدرت. قل افلا تذكرون، بگو پس آیا پند نمیگیرید؟ یعنی وقتی که خدا اختیارات تام میدارد در زمین، قدرت تام میدارد در زمین، پس در از همین زمین شما رو دوباره نمیتونه زنده کند. دلیل دوم، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو چه کسی هست آن رب، رب و پروردگار، پرورش دهنده آسمان های هفتگانه، و رب العرش العظیم، و رب عرش عظیم کی هست؟ سیقولون لله، آنها حتما میگویند الله، حتما میگویند برای الله است این تصرفات، این اختیارات. قل افلا تتقون، به آنان بگو پس آیا نمی ترسید؟ از چی نمی ترسید؟ از عبادت غیر الله. وقتی که رب آسمان ها و زمین الله هست، پس چرا غیر الله را عبادت می کنی؟ چرا غیر الله را پرستش می کنی؟ این دلیل دوم شد. دلیل سوم، قل من بیده ملکوت کل شیء، به آنان بگو کدام ذات است که به دست او هست خزانه های هر چیز. و هو یجیر ولا یجار علیه، او پناه میدهد و هیچ چیزی پناه داده نمیشه بر او، یعنی از عذاب او، از گرفت او پناهگاه دیگری نیست، جای دیگری نیست. ان کنتم تعلمون، اگر شما بدانید. باز هم اونا میگن سیقولون لله، این قدرت، این اختیار، این تصرف،
فقط و فقط برای الله است. وقتی فقط برای الله است، قل فانا تسحرون، به کدام سمت تسحرون؟ اصل معنایش هست از نظر لغوی سحر و جادو، یعنی شما به وسیله جادو به سمت و سوی دیگه برده میشید، انحراف میشید. اما منظور اینه که فانا تسحرون، به کدام سمت شما بازیچه نیرنگ و فریب هستید، فریب شیطان، کدام سو شما برده می شوید؟ بر شما جادو می شود و شما را می برند. بل اتیناهم بالحق، الله می فرماید که بلکه ما پیش آنها حق آوردیم، یعنی این دلائل دلائل حق هستند، این مسائل مسائل حقی هستند. اما و انهم لکاذبون، اونها دروغ میگن، اونها به جای اینکه اعتراف به حق بکنن، از این دلائل چی؟ اعتراف به حق، اعتراف به توحید، اعتراف به الوهیت، اعتراف به یگانگی خدا، به جای اعتراف اونها برای خدا شریک قرار میدن، برای خدا نائب قرار میدن، برای خدا فرزند اثبات میکنند. و انهم لکاذبون، دروغ در اینها میگویند. مثلا یکی از موارد دروغ این که میگن خدا العیاذ بالله فرزند دارد. الله میفرماید متخذ الله منه ولد، خداوند هیچ فرزندی برای خودش نگرفته، هیچ فرزندی انتخاب نکرده. و ما کان معه من اله، و نیست با الله هیچ الهی، یعنی مد مقابلش هیچ اله و معبودی نیست. اذا لذهب كل اله بما خلق، در این هنگام هر الهی می رود با آنچه که مخلوق مخلوقش هست، یعنی اگر بالفرض بود هر خدای با مخلوق خودش به سمتی می رفت، کجا هستند این خداها؟ ولعلى بعضهم على بعض، اون وقت بعضی بر بعضی غالب می آمد، یعنی در بین خدایان العیاذ بالله رقابت درگیری می شد، بعضی غالب می شدن بعضی مغلوب اگر خدایان دیگه بود. اما سبحان الله عما یصفون، الله پاک است از اون چی که اینا بیان می کنند، الله تعالی پاک است، بدور است، عالم الغیب و شهاده، الله تعالی داننده غیب و شهادت است، یعنی اون چیزی که از بندگان غایب است، ناپدید است و ناپیدا است، اونها را هم میداند، اونی که ظاهر است برای بندگان اونها را هم الله میداند. فتعالی عما یشرکون، پس برتر است، بلندتر است خدای تعالی از آنچه که اینها شریک میگیرن با خدا، از شریکان پاک و برتر و بالاتر است. خب در تا اینجا سه تا دلیل اعتراف بودن، یک دلیل عقلی تفصیلی بود، دلائل عقلی را ما خواندیم. بعد از دلائل عقلی دلائل نقلی بیان شد، دلائل عقلی بیان شد، دیگه چیزی نمونده الان، یا ایمان یا عذاب. لذا از اینجا تا آخر تخویف است، تا آخر سوره هم تخویف دنیوی هست هم تخویف اخروی هست. لذا بعد از دلائل ای پیامبر، شما پیش خدای تعالی اینگونه مناجات کن، اینگونه دعا کن. در این دستور پیغمبر نوعی تخویف به اونها است، اینگونه دعا کن، بگو خدایا اگر به من نشان بدهی اون چیزی که به این دشمنانت وعید میدی میترسونی، یعنی عذاب، اون عذابی که اینها رو میترسانی، اگر اون عذاب را در زمان حیات من آوردی، مرا جز این ظالمین قرار نده، یعنی چنان اون عذاب سخته، گرفت و مؤاخذه سخته که از همکنون
پناه ببر به الله و از الله عز و جل امان بخواه. الله می فرماید قل رب اما ترینی ما یوعدون، اعلام کن بار الها ای رب اما ترینی اگر به من نشان بدهی ما یوعدون آنچه که آنان وعد داده می شوند وعید می شوند من العذاب اون عذابی که آنها ترسنده می شوند، اگر اون عذاب را در حیات من در زمان من اون عذاب را آوردی رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، بار اله قرار نده مرا در قوم ظالمان، و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. این ادخال الهی است، ای پیغمبر ما بر نشان دادن تو قادر هستیم، آنچه که ما وعده کردیم یعنی از عذاب بر نشان دادن تو قادر، این معنی که قادریم در حیات تو اونها را عذاب بدیم تو ببینی. و انا علی ان نریک ما نعدهم، همانا ما بر این که به تو نشان بدهیم آنچه که وعده کردیم با آنم یعنی عذاب قادر هستیم، اما تو فعلا به تبلیغت بپرداز و طریقه تبلیغ و روشت این باشد که ادفع بالتی هی احسن و السیئه، دفع کن، ادفع ادفع السیئه، دفع کن سیئه را، بالتی هی احسن، به اون روشی به اون طریقی به اون اسلوبی که هی احسن و سیئه اون بهترین باشد، از سیئه بهتر باشد یعنی حسنه باشد. شما به وسیله احسن سیئه را دفع کن، و اگر اونها بد می کنند تو خوبی کن، اگر اونها بد اخلاقی می کنند تو خوش رفتاری کن. نحن اعلم بما یصفون، ما بهتر میدانیم اونها چه میگویند، چه توصیف میکنند، چه یا وگویی هایی دارند. خب انسان گاهی در مقابل دشمن، در مقابل کفار، انسان احساساتی میشه، ناراحت میشه. الله میفرماید اگر شیطان بر شما فشار میارد، شیطان وسواس میکند، به الله پناه ببر در امر تبلیغ از وساوس شیطان. و قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، بگو بار الها من پناه می برم به تو از وساوس شیاطین، چونکه وساوس شیاطین گاهی خلاف مصلحت است، اگر خلاف شر نباشد خلاف مصلحت است، گاهی وسواس می کند که ما بد رفتار کنیم با دشمنان با کفار. خب بد رفتار کردن حقشون است، ولی شاید مصلحت نباشد اونها به جای ایمان زد کنند. و اعوذ بک رب ان یحضرون، من پناه میبرم بار اله از اینکه آنان حاضر بشند. یحضرون فی شیء من اموری، در کار من، در تبلیغ من، در فعالیت های من شیطان نقش داشته باشد. شیطان حتی اذا جاء احدهم الموت، ما قبلا تخویف دنیاوی خواندیم، قل رب اما ترینی ما یوعدون، پیغمبر اگر خدا به شما نشان بده این گونه دعا کن، خدای اگر به من نشان دادی عذاب را مرا از آن ظالمان نگردان. خب اون عذاب در دنیا بود، الان این عذاب اخروی هست، تخویف اخروی هست. الله می فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت، حتی وقتی که پیش آنان مرگ می آید، قال رب ارجعون، اونها میگن بار اله ما را برگردان. ارجعون خدای عز و جل که ذاتش واحد است، اما چرا صیغه جمع آمده؟ صیغه جمع برای تکرار است. قال رب ارجعون،
رب ارجعني ارجعني ارجعني. گاهی برای تکرار میاد، مثل اینکه اون شعر امرؤ القیس که شما تو کتاب ها خواندید، قفا نبکه ذکر حبیب، اونجا صیغه تثنیه آورده، قفا یعنی قف قف، بیست بیست، یک نفر را خطاب می کند، ولی صیغه تثنیه هست به معنی تکرار است، اینجا هم به معنی تکرار هست. مثل این آیه که فرج البصر کرتین، چشما رو دوباره دیگه، یعنی دوباره دیگه برگردان برگردان. پس اینجا هم جمع برای چی هست؟ تکرار است. کفار وقتی که موت داده می شوند در عالم برزخ می روند، حقیقت ها را متوجه می شوند، الان پشیمان می شوند، میگه خدای ما را برگردان برگردان. چرا می خواهی برگردی دنیا؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، شاید من عمل صالح انجام دادم، بتونم عمل صالح انجام بدم در آنچه که ترک کردم، ترک کردم من الاموال و دنیا، مال و دنیا را که ترک کردم، اونجا بتونم الان عمل صالح انجام بدن. کلا، این ردعیه هست، رد مطالبه، هرگز بازگشتی نیست. انها کلمت هو قائلها، الله می فرمای این کلمه یعنی کلمه بازگشت، کلمه هست که او میگوید، رجعتش بازگشتش ممکن نیست، او دلش را خوش میکند. و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، پشت سر اینها برزخی هست، یعنی عالم برزخ، تا روزی که اونها از قبرها بلند کرده میشوند، تا اون روز اینها در عالم برزخ هم، در عالم برزخ عذاب است برای آنان. بازم تخویف اخروی، فاذا نفخ فی الصور، بعد از عالم برزخ زمانی که سور دمیده میشه، سور زده میشه، فلا انصاب بینهم یومئذ، هیچ نسبتی بینشان نیست، یعنی پدر فرزند را نمیشناسد، برادر برادر را، ولا یتساءلون، از هم دیگه هیچ سوال نمی کنند، چونکه هر یکی با خودشون مشغولند. ای لا یسأل بعضهم عن بعض لاشتغال کل بحاله، بعضی از هم دیگه نمی پرسند، چون هر یکی مشغول به حال خودش است. الله می فرماید در اون روز چه حالی انسان ها دارند؟ بشارت و تخویف، بشارت برای کسانی که وزن اعمالشون زیاد است، سنگین است، و تخویف برای کسانی که وزن اعمالشون سبک است، چیزی عمل ندارن. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کسی که سنگین بشه موازینش، یعنی میزان حسناتش، ترازوی حسناتش، فاولئک هم المفلحون، اینها هستن رستگاران، اینها رستگارن. و من خفت موازینه، هر کسی که سبک باشه، خفیف باشه میزان حسناتش، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها از اون کسانی هستن، از جمله کسانی که در خساره انداختن خودشان را، فی جهنم خالدون، در جهنم همیشه میمانند، در جهنم ماندگارم به صورت ابد، تلفح وجوههم النار، می سوزانت، تلفح یعنی تحرق، می سوزانت چهره هایشان را، آتش می سوزانت، و هم فیها کالهون، آنها در اون آتش بد شکلند، بسیار شکل وحشتناک و شکل عجیبی دارند. اونجا به این مجرمان گفته میشه به صورت تذلیل، از اونها سوال میشه، باز خاص میشه، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، به آنان گفته میشه آیا نبود که آیات من بر شما تلاوت میشد در دنیا، آیات الهی خوانده میشد، فکنتم بها تکذبون، شما تکذیب میکردید آنان را، این سبب خسارشان هست، شما بودید آنها را تکذیب میکردید آیات را، الان معذرت خواهی میکنند مجرمان. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا،
بار اله بر ما غالب شد بدبختی ما و کنا قوما ضالین، ما قوم گمراهی بودیم، اقرار به جرم، ما در دنیا گمراه شدیم. ربنا اخرجنا، درخواست، بار اله ما را بیرون کن از این جهنم. فان عدنا فانا ظالمون، اگر ما دوباره اعاده کردیم، اگر تکرار کردیم، ما ظالم هستیم. یعنی تکرار کردیم چرا؟ مما کنا نعمل من الشرک والتکذیب، شرکی که در دنیا انجام دادیم، تکذیب انبیا که توسط ما انجام گرفت، اگر اینها را تکرار کردیم بدان که ما ظالم هستیم. الله می فرماید قال اخسؤوا فیها، اخسا به معنی دف شو، گم شو، ما در اصطلاح خودمون اینطور میگیم، خس این را در زبان عربی میگن، اخسؤوا فیها، رد درخواست، یعنی دف شوید در همین جهنم. ولا تکلمون، صحبت نکن، صحبت نکنید. شما چرا در دنیا بندگان مرا مسخره کردید؟ چرا عباد صالحین را تمسخر می کردید، استهزا می کردید؟ این علت ردش هست. انه کان فریق من عبادی، همانا شأن این است که فریقی، گروهی از بندگان من بودند در دنیا، یقولون ربنا، که اونها همواره کلام مقبول می گفتند، همواره با خدایشون مناجات می کردند. چی می گفتند؟ می گفتند ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، بار اله ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا، ما را ببخش، وارحمنا، بر ما رحم کن، و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگان هستی. اینجا بازم دعای دیگر که در این دعا توسل شده. ببینی قرآن ما را چه توسلی یاد میده، آموزش میده. اینجا توسل به ایمان است. بار اله ما ایمان آوردیم، الان ایمان خودش را وسیله قرار میده. پس وقتی که ایمان آوردیم، فاغفر لنا، فا تفریح است، متفرع میشه بر ایمان. پس چون که ایمان آوردیم ما را ببخش. فاغفر لنا وارحمنا، ما را ببخش، بر ما رحم کن، و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی. اما ای مشرکان، وقتی که بندگان من این را در دنیا می خواندند، مثل ضعفای مؤمنین، مثل بلال، صهیب، خبیب، فاتخذتموهم سخریا، شما آنها را مسخره گرفتید، مسخره کردید، به بعد تمسخر و استهزا گرفتید. حتی انسوکم ذکری، حتی که این مسخره شما را فراموش داشت، از ذکر من فراموش کرد، از یاد من. ببین یکی شدت مرضه، یکی مدت مرضه. اونجا مرض شدیده، اینجا مرض مدیده. فاتخذتموهم سخریا، این مرض شدیده، خیلی مرض شما شدید بود که بندگان مخلص من مسخره کردید. اما این مسخره تا کی بود؟ حتی انسوکم ذکری، این مرض مدیده. اینقدر این مرض مدید شد، طولانی شد، حتی از خود من، از یاد من شما فراموش شدید. و کنتم منهم تضحکون، شما آنها را به آنها مسخره میخندیدید. الان ببینید اونها دنیا صبر کردن، در دنیا تحمل کردن، من چه جزای نیکی به آنها دادم، چه بهشت بلندی به آنها دادم. اینی جزیتهم اليوم بما صبروا، من به آنان جزا دادم، پاداش نیک دادم امروز به سبب آنکه صبر کردند. اون جزا چیه؟ انهم هم الفائزون، بیان جزا، بیان جزا این است که آنان، فقط اونها هستن رستگاران، اونها رستگاران در قیامت، بندگان صالح الله. حال خدای عزوجل شدت هول قیامت را بیان می‌فرماید. اینا وقتی که از طرف خدای عزوجل ملامت میشند
که شما در دنیا کار خوبی نکردید، بندگان من را مسخره کردید، الان بیاد دنیا میفتن، از همدیگه میپرسن. قال کم لبستون فی الارض عدد سنین، شما چند سال در زمین ماندید؟ ما مگه در دنیا چند وقت بودیم؟ از بس که هولناک است اونجا، خوفناک است، یاد نمیدن چقدر در دنیا ماندن. همدیگر را اینطور جواب میدن، قالو لبثنا یوما او بعض یوم، ما اونجا ماندیم یک روز یا بعضی روز، بیشتر نه. فاسأل العادین، از شمرده کنندگان، کسانی که شمردند، حساب کردند، از اونا بپرسید. کی حساب کرده؟ منظورش ملائکه هست. ملائکه که عمر ما را حساب کردند، مدت ما را حساب کردند، از اونا بپرسید چقدر ماندیم. فاسأل العادین، روح المانی نوشته یعنی الملائکه العادین لاعمار العباد و اعمالهم، اون ملائکه که حساب کردند هم عمر بندگان را هم عمل بندگان را، از اونها بپرسید دنیا چقدر گذشت. قال الا بثم الا قليلا، میگوید یعنی بعضی دیگه به بعضی میگند، یا اینکه الله عز و جل به آنها میگوید نماندید شما در دنیا مگر اندک. قلیل یعنی بالنسبه الى الاخره، در دنیا هر کسی عمر مفید خودش را داشته، 60 سال، 70 سال، 100 سال، به اندازه ای که درس بگیرد، به اندازه ای که توبه کند، به اندازه ای که رجوع الله کند. نپرسید که چقدر ماندیم. لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما می دانستید در دنیا چگونه زندگی بکنید. پس دنیا، شما از دنیا هرچی ماندید استفاده نکردید، بهره نگرفتید. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ببینید برای اهل ایمان هم در دنیا سخت، مشکلات، شدائد. الله می فرماید آیا شما گمان کردید، شما بر این فکر و گمانید که انما خلقناکم عبثا، ما شما را بیهوده پیدا کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما برگردانده نمی شوید، بازگشت به سوی ما نخواهید داشت. فتعال الله الملك الحق، چرا بازگشت به سوی الله است؟ فتعال الله الملك الحق، این خلاصه سوره هست. برتر است الله، اون ذاتی که ملک حق است، پادشاه حق است. برتر است از چی؟ برتر است، بالاتر است از چی؟ این جمله را بنویسید، اما یشرکون، از آن چیزی که مردم شرک میکنند، خدا بالاتر است. لا اله الا هو، معبودی وجود ندارد، معبودی قرار ندارد مگر او، رب العرش الكريم، او مالک عرش کریم است، عرش معزز، الله مالک اونجا است. و من يدعو مع الله اله آخر، هر کسی که بخواند بغیر از الله دعا کند، فریاد زند همراه الله، معبود دیگر را، لا برهان له به، هیچ برهانی برای او نیست در معبودیت اون، هیچ دلیلی ندارد، کسی دیگه وجود ندارد که بغیر از الله معبود باشد. فانما حسابه عند ربه، جز نیست که حساب این انسان نزد پروردگار است، انه لا يفلح الكافرون، این نتیجه حساب، خلاصش اینه که کافران رستگار نمی شوند، شان این است که کافران کامیاب نمی شوند. در آخر سوره الله عز و جل تلقین می کند به مناجات، تلقین می کند به دعا، و قل رب اغفر وارحم، اعلان کن پروردگارا ما را ببخش و رحم کن. خطاب رسول الله است، مراد امته، یا اگر پیغمبر مراد باشد پس منظور از رب اغفر مغفرت اون اشتباهات و لغزشاتی که اونها خلاف اولا هستند، اونها در واقع گناه نیستند،
چون پیغمبر از گناه پاک است، از قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین هستند. پس اینگونه مناجات کن، دعا کن، ای حبیب من بار الها ببخش و رحم کن. و انت خیر الراحمین، تو بهترین رحم کنندگان هستی. صدق الله العظیم. من فیض مولانا الغفور قرآن رب العالمین جاء لنا نبر سنور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحل الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل